دعوت میکنم از جناب آقای دکتر تورج عطابکی استاد بزرگوارم استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسه مرکزی از دانشگاه لیدن هلند تا در این زمین نظراتشون رو جناب استاد ممنون همه شما خانم آقایون سلام میکنم، ادای احترام دارم از برپا کنندگان انجمن محسا سپاس گذارم اگر به نام این بنیانگذاران رو نمیبرم نامشون رو به خاطر اینکه آشنا نیستم با همشون پوزش میخوام ولی خب باید از جناب چاوشی عزیز دوست سالیان سال من و همینطور آقای پیرزاد تشکر کنم که واسطه شدن که من به اینجا در حقیقت بیام اجازه بدید که این گفتار رو با یک اشاره به یک اصطلاح آغاز کنم این مدت از شما میبینید و میشنوید اینجا و اونجا اصطلاحی به نام پنجاه هفتی ها من نمیدونم واقعا این اصطلاح پنجاه هفتی ها رو کی درست کرد اگر شما میدونید کمک هم کنید برام خیلی مهمه تاریخچه داره بالاخره این اصطلاح به هر یه نفر خالقشه دلایلی هم برای خلق این داستان داره اما پنجا هفتیا دو روایت از این پنجا هفتیا داریم یه روایت پنجا هفتی اینه که جهالت حماقت نادانی ویرانگری اینا همه صفت پنجاه هفتی است و نتیجه شم یک عقوبت بسیار بسیار دردناک رو باید تجربه کنن ترک سیاست کنن بنشینن خونشون حرف دیگه نزنن خفشن و قبول کنن که یک فتنه ای رو درست کردن و حالا باید نسلای بعد تاوان این فتنه رو بدن یک روایت یه روایت دیگه داریم در واکنش به این روایت که نه ما یه رویداد پنجا هفت داشتیم ما یک انقلابی میخواستیم این انقلاب بعدها ربوده شد هایجک شد روحانیون اهل امامه اومدن این انقلاب رو از دست ما گرفتن حالا ما در صحنه میمونیم و می جنگیم تا بر این تحولاتی که در پیش داریم این خیزش اعتراضی انقلابی البته من اینو میگم خیزش انقلابی این نام رو من گذاشتم اونا نمیگن بر این خیزش اعتراضی انقلابی که ما داریم دیگه همون بلا به سرش نیاد که تو پنج و هفت اومد اینم روایت دومه خب این دو روایت در پی حسب همدیگه به فهم همدیگه نمیشینن ها میخوان همدیگه رو حذف کنند خیلی قدرتمند ستیزگر پرخاشجو فهاش یا جای من یا جای تو زمینه رو برای فهم همدیگه باز نمیکنند اما حالا اجازه بدید من یک از پنجا هفتی ها بگذرم منم میخوام یه چیزی امروز خلق کنم پیش شما من میخوام بگم که خلق من چیه مخلوق من چیه پنجا شیشی ها نه پنجا هفتی ها پنجا شیشی ها کی بودن پنجا شیشی ها چی میخواستن آیا همه پنجا شیشی ها به پنجا هفت رسیدن؟ یا بعضیشون تو 56 موندن ببینید ما 22 خورداد 56 یه نامه سرگشاده داریم به امضای بختیار شاپور بختیار، سنجابی و فروهر که خطابش به پیشگاه اعلیحضرت حضرت همایون شاهنشاهی نامه اصلا اینجوری شروع میشه فهمید میگه که خب این نظام شاهنشاهی خود برداشت کلیه از یک نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ که با انقلاب مشروطه تعریف قانونی پیدا کرده و در قانون اساسی و متمم اون حقوق سلطنت تعیین شده و کوچکترین ابهامی هم باقی نگذاشته که شاه باید سلطنت کنه و نه حکومت و مسئول ب... مسئولیتی نداشته باشه در اجرای امور این نامه امز... تاریخ خرداد 56 داره ما هنوز 56 هستیم و بعد در پایان این نامه سرگشاده میگه خب راهمون چیه راهمون اینه که تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فرد فردی و همکاری ملیمون اینه که باید ما به حکومت قانون احترام بذاریم ترک حکومت مستبد بکنیم اصول مشروطیت رو در حقیقت احیا کنیم احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی میار چیه قانون اساسی مشروطه رو خوب اجرا کنید درست حسابی اجرا کنید تعطیلش نکنید قلم خب این یک فراخام بوده. از اون پنجا، از این سه نفری که من به شما اشاره کردم دو تاشون رفتن 57. بختیار تو 56 بود. یعنی از 56 به 57 نرفت. به خواسته‌ی 57 نرفت. همون خواسته‌ی 56 ش رو خب یه اتفاق دیگه 56 افتاد. اونم بهتون بگم. یه اتفاق دیگه ای که ما داریم اینه که چهار ماه بعد از این اعلامیه ای که این سه نفر منتشر کردن نامه سرگشاده به شخص شخیص پادشاه که منتشر کردن ما شبهای کانون نویسندگان ایران رو داشتیم مهر پنجاشش کجا تو انسیتو گوته انسیتو گوته در تهران که وابسته یا پیوسته است به سفارت آلمان در اون ده شب شعر گذاشتن ده شب شعر و البته نصرم بود شب کانون گذاشت کانون نویسندگان گذاشت من کارنامه این ده شب شعر که نمیتونم اینجا خدمتون بدم اجزا بدید فقط به اون شب آخر اشاره کنم شب آخر پیام کانون نویسندگان نویسندگان ایران قرائت میشه و در اون اومده که ده شب به صورت جمعیتی که غالبا سر به ده هزار و بیشتر میزد و واقعا ده هزار بیشتر اومده بودن سر به ده هزار و بیشتر میزد آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک روی آجر و سمنت لب حوز نشسته و ایستاده در هوای خنک پاییز و گاه ساعتها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید چه شنیدید آزادی 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 این بیانیه کانون نویسندگان در پایانش دهمین ده شب شعر خب حالا نگاه کنیم ببینیم که تو این شب شعر بود کیا بودن ما از کسانی که تو شب شعر بودن به رو داریم یکی از پیوستگان به حزب توده سلطانپور هوادار چریکای فدای خلق خویی که خب کم بیش تنه میزد به مارکسیزم و اینا رو داشتیم اما در کنار اینا یک کسای دیگه هم بودن مثل مصطفی رحیمی مثل فریدون مشیری مثل هوشنگ گلشیری که اندیشهشون هیچ هیچ سنخیتی با مارکسیزم و لنینیزم و از این داستان ها نداشت حتی من ایزه بدید یادتون بگم که یک کسی هم بود به نام علی موسوی گرمارودی که یک شعری هم در ستایش علی و مظلومیت شیعه خوند اونجا خب یک دو پذیراگرایی رو ما شاهدش بودیم تولرانس در حقیقت سیاسی یا اجتماعی رو به درجاتی شاهد بودیم خب این جنبه این نسل پنجاشیشی بود از اون نسل پنجاشیشی وقتی که از پنجاشیش به هفت میگذریم میبینیم رادیکال میشه دیگه وضعیت و یکی از نهله ها بخش های این رادیکال اهل امامه هستند که میان سلطه خودشون رو روی دیگران رادیکال میندازن و اجازه نمیدن یا میکشونن یا زیر پا لهشون میکنند زبان خشونت دارن روادار نیستن و از این دست البته بگم که خب تو این سالها از 56 به 57 فقط معترضان اهل خشونت نبودن حکومت هم اهل خشونت بود دو سویه بود اما میخوام این که ساده انگاریه بگیم فقط اهل خوش حکومت بود که اهل خشونت نبود نه اهل معترضان هم اهل خشونت بودن کم نذاشتن برو گمش و کمونیست راه من راه علیست و می میزدن می ملی کمونیستا این اون رو هر چی که نمیذاشت پخش میکردن توی میتینگ ها تو تظاهرات خیابانی می گفتن همه باید در حقیقت روسری بذارن به رای همبستگی نشون دادن بعدم این خشونت ابعاد گسترده تری پیدا کرد هنوز هنو هنوز به بهمن نرسیدیم ما هنوز تو همون پنجاه هفتیم سینما رکس آبادان آتش زدن قلعه شهر نور آتش زدن آدم ها رو میکشتن تو خیابون تو شرکت نفت کارگران نمیخواستن اعتصاب کنن یه اعتصاب کرده بودن خواستاشونو گرفته بودن دولت بهشون داده بود دیگه نمیخواستن اعتصاب کنن اومدن رفتن یکی از معترضانی که میگفت آقا جان جای دیگه اعتصاب نیست با گلوله زدن کشتن کی؟ گروه منصوریون همین محسن رضایی خشونته نطفه خشونت دهی شست دوستان خانم آقایون در زمان انقلاب پنجاه هفت بسته شد هنوز به, پن... به بهمن نرسیده بسته شد با خشونت کلامی آغاز شد به خشونت فیزیکی رسید اون اتفاقی که شما تو دهه شست داشتید و دهه های بعد داشتید نطفه توی قبل از انقلاب بسته شده بود تو پنجا هفت بسته شد نه رواداری نه پذیراگری نه در حقیقت اخلاق هیچ کدوم از اون نشد و حالا پرسش واقعا چرا ما محکومیم که راه انقلاب های مخملین رو که توی کشورهای اروپای شرقی داشتیم تی نکنیم راه انقلابهایی مثل انقلاب چکسلوکی یا لهستان چارتر پنج هفتاد و هفت پراگ رو نگاه کنید ده سال طول میکشه تا به هفتاد و هشتاد هفت میرسه و پایان حکومت کمونیستی چرا ما نتونستیم یا نمیتونیم تجربه پراگ رو داشته باشیم تجربه چکسلواکی رو داشته باشیم چرا ما نمیتونیم تجربه لهستان رو داشته باشیم جنبش همبستگی سولیدارنوسک چرا ما باید سودان باشیم چرا چرا ما باید مصر باشیم آیا واقعا این سرنوشت محتوم ماست یعنی واقعا نوشته اینجا که هیچ گریزی نیست از قربتی به قربت دیگر به قول شاملو این واقعا یعنی سرنوشته محتوم ماست یا میتونیم چیز دیگه ای هم باشیم خب برای چیز دیگه ای بودن ما باید یه مقدار برگردیم به تاریخ خودمون پنجاشیش رو نگاه کنیم چطور تو پنجاشیش میتونستیم همدیگه رو تحمل کنیم کنار همدیگه باشیم فریدون و مشیری بیاد شعرش بخونه سعید سلطانم پیرم بیاد شعرش بخونه و گردن همدیگه رو جر ندن پاره نکنند چگونه میتونیم ما در حقیقت بیاموزیم در همین مسیری که داریم میریم در همین راهی که داریم میریم اینه که خشونت پرهیز باشیم تن نه به خشونت کلامی بدیم و نه از این دست و بدونیم که نطفه های تمام استبداد بعدی در همین خشونت های امروز نفته است در همین جا حساس باشید مسئولیت فردیمونو بپذیریم ما تک تکمون مسئولیم ما تک تکمون برای واژگانی که استفاده میکنیم مسئولیم ما نمیتونیم بگیم که نه من نبودم او بود ما تک تکمون مسئولیم در برابر واژگانی که یا خودمون ادا می کنیم یا میشنویم و باید تحمل نکنیم خشونت رو اگر امروز تحمل کردیم و گفتیم این بیشترین و بهترین گزینه است که ما داریم بدونید که تن دادیم به اون چیزهایی که می گفتید نمیدونم چی میشه فردا راست میگید نکته دیگه اینه که فرایندهای اجتماعی رو نگاه کنید از کشورهای دیگه بیاموزیم این خیلی مهمه اینقدر درونگرا نباشیم ما 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 ایران از تجربه های دیگران بریم بیاموزیم بگیم مثلا این چارتر هفتاده هفت چه چارتری بود که هاول تونست در حقیقت و یارانش تونستن در حقیقت این جامعه رو به این شکل از یک نظام توتالیتر استالینی یا حالا خروشچوفی گذار بدن برسوننش به جامعه باز چی کار کردن؟ این چارترشون چی داشت؟ این منشورشون چی داشت؟ کسانی که پای این منشور اومده بودن چه بودن؟ چه میگفتن؟ دامون عزیز یه اشاره خیلی خوب کرد مستاقید به اشاره های خوبی کرد ما نمیتونیم به حصف همدیگه بیاندیشیم و آینده ایران رو بسازیم ایران آینده هم برای جمهوری خواهان هم برای پادشاهی خان. این رو اگر بپذیریم این اگر در خونچالمون به قول سعید سلطان پور بکاریم که ایران آینده هم مشروط خواهان پادشاهی خواهان جمهوری خواهان حق حیات دارند اون موقع دونه تونستیم هم دیگه رو بپذیریم اون موقع تو خیابون میریم همون کاری که توی تظاهرات برلین کردیم پذیرفتیم هم دیگه رو و از اون مهمتر بدونیم که ما با یه جامعه بسیار متکثر روبرو هستیم کسانی از ما که 20 ساله 30 ساله 40 ساله پناهنده شدیم جلای وطن کردیم یا کمتر و بیشتر نمیتونیم بگیم 80 میلیونی که در ایران هستند همه مرده یا پرقیچی های جمهوری اسلامی هستند نیستن ما ایران آینده رو بدون کسانی که تو ایران هستند و حتی بعضیشون که های میانی مدیریت دارن نمیتونیم بسازیم این به این معنا نیست که ما پاسخگویی رو قبول نداریم اگر شما با کارهای من آشنا باشید میبینید که من ترجیبندم اینه که نمی بخشم و نه فراموش میکنم اما تو نمی بخشم من انتقام نیست من اهل انتقام نیستم من اهل پاسخو کردن آدمم آدم, آدم ها باید بگن حتی سیاه کارترین آدم ها باید بیان پاسخو باشن که چرا جنایت کردن ما از تک تک اینها باید درس بگیریم و ایران آینده بر اساس چه نباید کرد ها باید استوار باشه کاری که آفریقای جنوبی کردند دادگاه های ما توی پاریس تو لندن تو بروکسل تشکیل نمیشه دادگاه های ما برای پاسخ خودندن آدم ها تو تهران شیراز سنندرز زاهدان رشت اونجا ها تشکیل میشه یعنی ما خودمون هستیم که باید تصمیم آیندمونه بگیریم ما خودمون هستیم که باید رأی بدیم که آدمهایی که که کار بودن چگونه مجازات میشن و چگونه پاسخگو باید بشن این یعنی پهنه رو باز کردن برای پذیراگرتر بودن این درس رو از چک ها بیاموزیم از هاول بیاموزیم از اتفاقاتی که در اروپای شرقی بود و اسم انقلاب های مخملین رو به خود گرفت بیاموزیم ما ملزم نیستیم سودان بشیم ما میسونیم چیز دیگه بشیم همین